تیتر خبرها. در ادامه اعتراض‌ها به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، توماج صالحی و زینب جلالیان اعلام کردند که به اعتصاب قضای زندانیان در اوین می‌پیوندند. حسن روحانی برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شد. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، در سفر یک روزه به ترکیه با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، دیدار و گفتگو کرد. صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز امروز چهارشنبه 4 بهمن به اعتصاب خود ادامه دادند. آمریکا برای کسب اطلاعات درباره حسین هاتفی اردکانی تا 15 میلیون دلار جایزه تعیین کرد. در پی تداوم حملات اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه، بیش از 50 فلسطینی امروز چهارشنبه در غرب این شهر کشته شدند. نیروهای آمریکایی به مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق حمله کردند. در پی سقوط یک هواپیمای تروریستی روسیه، دست کم 65 اسیر جنگی اوکراینی و 9 سرنشین دیگر کشته شدند. به دنبال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در نیوهامپشایر، نیکی هیلی رقیب او گفته است که کنار نمی‌کشد. عربستان سعودی برای افتتاح اولین فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض آماده می‌شود. یک پسر بچه ناشنوای مادرزاد با کمک درمان انقلابی توانست برای اولین بار بشنود. انیمیشن یونیفرم ما ساخته یگانه مقدم نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم پویانمایی کوتاه شد. و قیمت دلار آمریکا از مرز 55,000 تومان فراتر رفت. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز چهارشنبه 24 ژانویه 2024 میلادی برابر است با 4 بهمن سال 1402 خورشیدی. در پی اعلام اعتصاب قضای عمومی 61 زندانی سیاسی عقیدتی در بند زنان اوین در اعتراض به اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، زینب جلالیان و توماج صالحی اعلام کردند که روز پنجشنبه 5 بهمن به این اعتصاب خواهند پیوست. حسن همایون، همسر سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار زندانی محبوس در اوین، هم اعلام کرد که روز پنجشنبه غذا و آب نمی‌خورد و از اعتصاب قضای زنهای زندانی حمایت می‌کند. عفو بین‌الملل اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی را نشان دهنده سقوط وحشتناک جمهوری اسلامی در قلمروی جدیدی از بیرحمی خواند. این نهاد افزود مقامات قضایی به صورت مخفیانه مراحل قانونی را دور زده و آشکارا اصول اولیه انسانی و حاکمیت قانون را زیر پا گذاشتند. سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به اعدام محمد قبادلو در ایران از افزایش شمار اعدام‌ها در یک سال اخیر توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرد. راوینا شمدسانی، سخنگوی این نهاد، در این حال در واکنش به نظر فعالان حقوق بشر مبنی بر بیفایده بودن ارتباط سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی با حکومت ایران تاکید کرد که این نهاد فکر نمی‌کند که حرف نزدن کمکی به این وضعیت بکند. خانم شمدستانی امروز چهارشنبه تاکید کرد که ما همواره از ارتباط حمایت می‌کنیم، چون جایگزین آن صحبت نکردن است. این اظهارات بعد از آن مطرح می‌شود که وکیل محمد قبادلو، معترضی که به تازگی اعدام شد، می‌گوید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ساعت‌ها پس از اجرای حکم اعدام برای این معترض جوان رد موضوع اختلال روانی موکلش و درخواست اعاده دادرسی او را ابلاغ کرده است. به گفته امیر رئیسیان، وکیل قبادلو، حکم قصاص پیش از آن که به او و موکلش ابلاغ شود اجرا شده است. وبسایت رسمی حسن روحانی میگوید طبق اعلام یکی از مقامات شورای نگهبان، صلاحیت حسن روحانی
برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان رهبری رد شده است. این وبسایت روز چهارشنبه 4 بهمن ماه نوشت که موضوع رد صلاحیت رئیس جمهور پیشین ایران از طریق وزارت کشور هم به طور رسمی اعلام خواهد شد. این خبر بعد از آن در سایت رسمی حسن روحانی منتشر شد که صبح چهارشنبه خبرهای غیر رسمی در زمینه رد صلاحیت او در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد. این خبرها واکنش فوری شورای نگهبان را به دنبال داشت و طهان نظیف سخنگوی نهاد با ذکر اینکه هنوز اسامی داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری به وزارت کشور اعلام نشده خواستار پرهیز از گمانه‌زنی در مورد رد صلاحیت ها شد. حسن روحانی در حالی از رد صلاحیت خود خبر داده که او هم اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری است و برای نامزدی در انتخابات آتی مجلس خبرگان که قرار است در استان ماه برگزار شود ثبت نام کرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی سرانجام بعد از آنکه دو بار سفرش به ترکیه به تأخیر افتاد وارد آنکارا شده است. رئیسی در این سفر یک روزه با اردوغان دیدار و گفتگو کرده است. این سفر با دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه انجام شده و قرار است که دو رئیس جمهوری بعد از انجام مذاکرات و ریاست نشست وزیران در یک کنفرانس مطبوعاتی حاضر شوند. رئیسی امروز صبح پیش از پرواز به ترکیه در نشست خبری به موضوعات اصلی و اهداف این سفر پرداخت. رئیسی در نشست خبری صبح امروز ترکیه را شریک تجاری و کشور مسلمان و همسایه خواند. او در ابتدای سخنانش گفت که در این سفر به دنبال افزایش سطح روابط مبادلات با این کشور تا سطح 30 میلیارد دلار است. رئیسی سپس گفت که موضوع مهم دیگر مسئله فلسطین است که ایران و ترکیه موضع مشترکی در این مورد دارند. اردوغان پیشتر اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده بود. او در این حال با اشاره به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی گفت که از جمله مسائل مورد مذاکره در این سفر قطع شریان‌های حیاتی اسرائیل است. صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی پولاد ایران در اهواز امروز چهارشنبه 4 بهمن ماه به اعتصاب خود ادامه دادند. این اعتصاب از روز سه‌شنبه 3 بهمن ماه در اعتراض به تعلل مدیریت مجتمع برای بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گروه ملی صنعتی پولاد ایران همچنین تجمع اعتراضی برگزار کردند. بر اساس این گزارش قرار بود که طرح طبقه بندی مشاغل کارگران این شرکت در حقوق دیماه آنها منعکس شود، اما این اقدام از سوی مدیریت انجام نشد. ایلنا به نقل از نمایندگان کارگران نوشت که اگر شرکت در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تعلل کند، ممکن است که اثر اجرای این طرح برای سال آینده خونسا شود. وعده اجرای این طرح در پی اعتصاب چند روزه کارگران در دیماه داده شد و کارگران هم با دادن فرصت زمانی اعلام کرده بودند که در پی تحقق نیافتن آن بار دیگر اعتراض خواهند کرد. مایکروسافت در گزارش جدیدی اعلام کرده که کارشناسان برجسته حوزه منطقه‌ای خاورمیانه در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ایالات متحده، بریتانیا، بلژیک، فرانسه، اسرائیل و حتی غزه مورد هدف هکرهایی قرار گرفتند که احتمال می‌رود با جمهوری اسلامی و مراکزی در تهران مرتبط باشند. به نوشته وبسایت روزنامه اسرائیلی جروزلم پست در این گزارش آمده که زیرمجموعه‌ای از یک گروه هکری به نام مین ساندستورم از ماه نوامبر با استفاده از یک طرح فیشینگ این کارشناسان را هدف حملاتی سایبری قرار دادند. این گزارش می‌افزاید روزنامه نگاران، پژوهشگران، استادان دانشگاه یا سایر افرادی که بینش یا دیدگاهی در مورد مسائل امنیتی و سیاسی مورد علاقه تهران دارند و همچنین افرادی که با جوامع اطلاعاتی و سیاست‌گذاری همکاری می‌کنند یا پتانسیل تاثیرگذاری بر آنها را دارند، اهداف جذابی برای هکرهایی محسوب می‌شوند که دنبال جمع‌آوری اطلاعات برای دولت‌هایی مانند جمهوری اسلامی هستند. برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه آمریکا با تعیین جایزه تا سقف 15 میلیون دلار از افرادی که درباره حسین هاتفی اردکانی و فعالیت‌های او اطلاعات دارند خواست که دانسته‌های خود را به این مرکز ارسال کنند. حساب رسمی فارسی زبان پاداش برای عدالت که بخشی از وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا است، روز سه‌شنبه با انتشار تصویری از حسین هاتفی اردکانی
اعلام کرد که این تاجر ایرانی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دستیابی و تأمین فناوری پیچیده مورد نیاز سپاه جهت تولید تسلیحات و فروش آن با این نهاد همکاری کرده است. بنابر این گزارش، فروش این تجهیزات نظامی سپاه را قادر کرده که منابع مالی مورد نیاز خود برای اقدامات تروریستی بین‌المللی را تأمین کند. خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که دولت جمهوری اسلامی قصد دارد با اعمال سیاست سنرخی بنزین خارج از سهمیه را با قیمت لیتری 8000 تومان عرضه کند. بنزین نرخ سوم برای پرمصرف هایی که بیشتر از سهمیه یارانه و سهمیه آزاد در نظر گرفته شده به ازای هر خودرو مصرف دارند عرضه خواهد شد. خبرگزاری کار ایران ایلنا محدودیت عرضه بنزین 3000 تومانی را گام نخست در مسیر سرنرخی کردن بنزین دانست. گرانبهاشمند در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی شما. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت می‌کردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت می‌کردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. در پی تداوم حملات اسرائیل به شهر خان یونس در جنوب نوار غزه و اعمال کمربند آتش، طبق گزارش رادیو صدای فلسطین، بیش از 50 فلسطینی امروز چهارشنبه در غرب این شهر کشته شدند. ارتش اسرائیل امروز چهارشنبه همزمان با خاکسپاری پیکر 24 نیروی خود در مرگبارترین روز از آغاز جنگ با گروه افراطی حماس
اعلام کرد که عملیات جنگی در خان یونس در جنوب نوار غزه را گسترش داده است. اسرائیل احتمال می‌دهد که سران اصلی گروه حماس که توسط آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود، در تونل‌های زیرزمینی در خان یونس و بخش‌های جنوبی تر از این شهر در باریکه غزه پنهان شده و گروگان‌های اسرائیلی را با خود به تونل‌ها بردند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز 4 بهمن ماه خبر داد که نیروهای لشکر 98 با توسل به شلیک تیراندازان و آتشباری از تانک ها و هدفگیری هوایی بسیاری از باندهای تروریستی را در خان یونس از بین بردند. این سخنگو گفت برخی از کشته ها در باندهای خرابکاران آماده شلیک موشک ضد تانک بودند. ارتش اسرائیل سه‌شنبه شب هم از کشتن بیش از 100 تروریست در یک شبانه روز در غزه خبر داده بود. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد چهارشنبه 4 بهمن ماه اعلام کرد که نیروهای این کشور در پاسخ به حملات گروه‌های شبه نظامی عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد در عراق مواضع این گروه‌ها را مورد حمله قرار دادند. بر اساس اعلام سنتکام، نیروهای آمریکایی در ساعت 12:15 بامداد چهارشنبه به وقت عراق تگ حملات هوایی سه بخش از تاسیسات مورد استفاده گروه شبه نظامی کتائب حزب الله و سایر گروه‌های وابسته به تهران در عراق را مورد هدف قرار دادند. سنتکام همچنین اعلام کرده که در این حملات انبارها و مکانهای مرتبط با قابلیت‌های موشکی و پهپادی متعلق به کتائب حزب الله منهدم شده است. ایالات متحده در هفته‌های اخیر در واکنش به حملات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه به مواضع آنها حمله کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که در پی سقوط یک هواپیمای تروریستی این کشور در منطقه بلگرود جنوبی در مرز اوکراین دست کم 65 اسیر جنگی اوکراینی و 9 سرنشین دیگر کشته شدند. خبرگزاری دولتی ریا نوستی روسیه گزارش داده که علاوه بر اسرای جنگی 9 سرنشین دیگر از جمله 6 خدمه پرواز هم در هواپیما بودند. یک سخنگوی اطلاعات ارتش اوکراین میگوید که امروز مقدمات تبادل زندانیان میان روسیه و اوکراین انجام شده بود. وزارت دفاع روسیه میگوید رادارهای این کشور شلیک 2 موشک توسط اوکراین را ردیابی کرده است. یک وبسایت خبری به نقل از ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرده که این هواپیما در حال انتقال موشک برای سامانه‌های دفاع هوایی S-300 روسیه بوده است. بعضی رسانه‌ها در اوکراین پیشتر گفته بودند که این هواپیما ممکن است هدف نیروهای اوکراینی قرار گرفته باشد، اما بعداً این گزارش‌ها را از خروجی خود حذف کردند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه به نقل از وزارت خارجه این کشور اوکراین را به سرنگونی این هواپیما متهم کرده و این اقدام را وحشیانه خوانده است. بنا به اعلام رسانه‌های آمریکایی، با شمارش بخش عمده آرای اخذ شده، دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه در نیوهمپشایر پیروز شده است. این پیروزی دومین پیروزی ترامپ در 2 رأی‌گیری متوالی بود که او را به عنوان یکی از رقیبان اصلی جو بایدن رئیس جمهوری کنونی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 مطرح کرد. ترامپ در حالی در نیوهمپشایر پیروز شده که 8 روز پیش هم در انتخابات مقدماتی ایالت آیووا به پیروزی رسیده بود. نیکی هیلی که یکی از رقبای جدی ترامپ برای نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه است، در سخنرانی بعد از انتخابات مقدماتی در نیوهمپشایر گفت که از دور رقابت ها کنار نخواهد رفت. هیلی گفت مردم آمریکا دوست ندارند که بار دیگر شاهد رقابت جو بایدن و دونالد ترامپ باشند. آیا باید 2 نفر 80 ساله برای انتخابات ریاست جمهوری رقابت کنند؟ انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه ماه آینده در ایالت کارولینای جنوبی برگزار خواهد شد. این ایالت یکی از مهمترین ایالت‌های جنوبی است و پیروزی در آن می‌تواند به پیروزی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری منجر شود. دوستان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد IELTS 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ،
و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کولومبیا، راه شما رو برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا هموار می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق، به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه با برنامه‌های دولت عربستان سعودی و همچنین یک سند گزارش داد که این کشور برای افتتاح اولین فروشگاه مشروبات الکلی در ریاض آماده می‌شود. این فروشگاه مشروبات الکلی را فقط به دیپلمات‌های غیر مسلمان می‌فروشد. رویترز روز چهارشنبه بر اساس این سند نوشت که مشتریان این فروشگاه باید از طریق یک برنامه تلفن همراه ثبت نام و سپس یک کد ترخیص کالا از وزارت خارجه عربستان سعودی دریافت کنند. محمد بن سلمان میگوید که بهبود اوضاع عربستان سعودی به معنای کمک به منطقه و تغییر جهان خواهد شد. رویترز نوشته است که این اقدام نقطه عطفی در تلاش های عربستان سعودی به رهبری محمد بن سلمان ولیعهد این کشور برای توسعه در زمینه های گردشگری و تجارت است. یک پسر 11 ساله ناشنوا در آمریکا بعد از دریافت یک ژن درمانی موفق توانست برای نخستین بار در زندگی خود صداها را بشنود. بیمارستان کودکان فیلادلفیا که این درمان برای اولین بار در ایالات متحده در آنجا انجام شده، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت این نقطه عطف نشان دهنده امید برای بیمارانی است که در سراسر جهان به کم شنوایی ناشی از جهش‌های ژنتیکی مبتلا هستند. این پسر نوجوان به دلیل یک ناهنجاری بسیار نادر در یک ژن عمیقا ناشنوا به دنیا آمده بود. آکادمی علوم و هنرهای سینمایی که به اسکار شهرت دارد، فهرست کامل نامزدهای جوایز سال 2024 را اعلام کرد. در بخش آثار انیمیشن کوتاه یونیفرم ما، ساخته یگانه مقدم هنرمند ایرانی یکی از نامزدهای دریافت جایزه اسکار است. این انیمیشن در شرایطی نامزد شده که در ماه‌های گذشته حضور موفقی در جشنواره‌های معتبر جهانی داشت و جوایز مختلفی دریافت کرد. یونیفرم ما درباره یک زن جوان ایرانی است که دوران تحصیل خود را از میان چروک‌ها و درس‌های لباس قدیمی خود به یاد می‌آورد. این اثر تلفیقی از تکنیک‌های دو بعدی و استاپ موشن است.
با توجه به اینکه جایزه اسکار در بخش انیمیشن معمولاً با آثار شرکت‌هایی مانند دیزنی، پیکسار و آثار سه‌بعدی با بودجه‌های هنگفت می‌رسد، رسیدن یک هنرمند ایرانی با انیمیشنی دوبعدی و ساده به جمع نامزدها نیز موفقیت بزرگی محسوب می‌شود. وبسایت‌های اطلاع رسانی حوزه طلا و ارز ایران خبر دادند که قیمت دلار آمریکا از مرز 55,000 تومان فراتر رفت و در بعد از ظهر چهارشنبه 4 بهمن ماه با 55,450 تومان معامله شد. قیمت پوند بریتانیا و یورو هم امروز به بالاترین میزان تاریخی خود در ایران رسید، به شکلی که قیمت یورو در معاملات چهارشنبه از 60,300 تومان گذشت و پوند هم 70,500 تومان معامله شد. بینندگان عجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.